خب دوستانی که بچه ها دوستان پرسیدن که مثلا موقع بداهه نوازی یا چه چیزی تو ذهن هست. خب خیلی خیلی دیتیل داره، خیلی چیزا تو ذهن آدم میاد و خیلی چیزا از معلومات گذشته، از حس اون لحظه، شب، روز بودن، جمعیت، تعداد جمعیت و اینکه به آدینس کی هست، اینا همه تأثیری میذاره توی سولوی که واقعا بداهه هست. حالا بعضی از بداهه ها هست که بالاخره یه چیزی از قبل تعیین شده، ولی یه کاری که من بعضی موقع در نظر میگیرم، نمیدونم بقیه دوستان باش هم عقیده هستن یا بقیه نوازنده ها، اینه که میتونی یه ملودی از یه آهنگ رو یا چند تا آهنگ رو بسیار تو ذهنتون داشته باشین، حالا تو ماهور، اصفهان، افشاری، هرچی که هست، و دوروبر اون شروع کنین بداهه پردازی کردن. یا بعضی موقعی گوشه ای رو انتخاب میکنیم و دوروبر اون، که البته اون خیلی باید دقیق تر باشه بخاطر اینکه برگشتن به مثلا ابتدای دستگاه بعد دور ادامه دادن یه مقدار شاید سخت نبود، ولی تو قطعای ضربی شاید بشه این کار راحت تر باشه. مثلا تو ماهور مثلا دارم میگم، اگه مثلا شروع میکنین برشمن. اینو بیس قرار میدیم، دایت ها در واقع میشه بیس این بداهه نوازی. همین مثل اونم به صلاح پرداختش میکنیم و سعی میکنیم بزنیم. مثلا الان یه چیز اومد تو ذهنم، دوباره تلگیر میاد تو ذهنتون که تو همین ریتم مجبور نیست این آهنگ رو بزنید، مجبور نیست آهنگ رو کامل بزنید، یه به قول معروفی اشاره بهش میکنید و چیزهای دیگه میزنید. میتونید برید تو شکسته، میتونید برید توی دلکش، هرچی. دست محبوب استفاده بکنی، اونو مثلا بپرورونیدش هر چقدر زمان که میخواد ببره.
یه گوشه ای رو حالت ضربیش بزنیم. یک کار دیگه که میتونین انجام بدین اینه که حالا این مثلا چند تا آهنگ بود که در نظر گرفتیم و معمولا باید یه چیزی از قبل به اصطلاح تو ذهنتون باشه، حداقل این آهنگا رو هر کدوم رو تکی زده باشینش، نه اینکه بخواین حالا اکسپریانس بکنین که دایرتا اومد تو ذهن ولی هیچ وقت نزدی باشینش. بنابراین بهتره که همه تصنیفایی که تو کتابا هست، تو کتابای به اصطلاح شعری نه کتابای نوت نگاری شده، ولی حداقل یه بار خونده باشین و زده باشینش، سعی کنین با ستار زده باشین، که این چیزی بود که استاد لطفی هم تو کتاب شعرش یه دفعه به اصطلاح پیشنهاد کرده به تمام نوازنده که تصنیفا رو بتونین با ستار بدون اینکه آوازی باشه بزنینش، یعنی برای خودتون جمله بندی ها رو داشته باشین. جمله بندی همیشه میشه استفاده. یکی اکسپرینس دیگه که من داشتم اینه که میتونه توی یه آهنگ رو در نظر بگیری مثل پیش درآمد اصفهان، و اینا همه برای اجرا نیست، برای یه حتی برای تمرین خودتون هم میتونه خوب باشه، اینه که اون آهنگ رو در نظر بگیریم و سعی کنیم دور و بر اون جمله پردازی کنیم دوباره. مثلا میتونین حتی آوازی بهش بدین، هم یه جایی رو اون ریتم رو بهش بدین، البته این در صورتی که نوازنده پرکاشنیست باتون نباشه، چون هی قطع میکنین و اصل میکنین، ولی بیشتر سولو ستاره.